تو هم مثل اونی، تو وجودت یه چیزیه. پری داستان یک مادر ایرانیه اسم پری که میاد آتن برای دیدن پسرش که اونجا دانشجوه، پری به همراه شوهرش فرخ، و داستان اونجا شروع میشه که اینا میرسن به فرودگاه و بابک پسرشون نمیاد در فرودگاه کنار برداره. داستان این خانواده است و داستان این زن پری که مجبور میشه برای پیدا کردن پسرش در یه شهر غریب هر گوشه و کنار شهر که لازمه هر کاری که باید بکنه رو میکنه که پسرش رو پیدا بکنه. در جریان این داستان خود شخصیت و خود زندگیش کاملا تغییر میکنه. حالا ما باید از کجا شروع کنیم؟ از این محله شروع کنیم؟ مهاجرات توش بیشتره. دیدین؟ سوال کنی شاید پسرتون رو بشناسه. مادر من پری هر چند سال یه بار میاد آتن به دیدارم و هر موقع که میاد آتن میدونی خانواده ایرانی بعضیشون به خصوص اونایی که انگلیسی بلد نیستن راحت نیست بسشون این سفر جا به جا شدن. من میرم تو فرودگاه منتظرش میشم، موقعی که میاد با هم میان خونه من. یه روز که منتظرش بودم میخوام پرواز تاخیر داشت، گفتم اون اگه من نبودم اینجا شما چیکار میکردی؟ گفتش من پیدات میکردم. گفتم با شما که زبون بلد نیستی، آدم خجالتی هم هستی، موقعی که میگی من همین هر جا شهر با من میاد چطور منو پیدا میکنی؟ گفت من پیدات میکردم. حاجی آقا اینجا وضع خیلی خرابه، حالا ایشالله پسر شما درگیر این چیزا نشده باشه، ولی باید اینا رو بهتون میگفتن. به حرف تو گوش کردم، اینا نتیجهش، اینا بهشت برینت. راضی شدی؟ I give my life for Babak. He's my everything. این بابک رو دیده. من خودم ایرانی هستم، فرهنگ ایران رو میشناسم، واسه همینم فکر کردم اگر این شخصیت کاملا سنتی باشه و مذهبی باشه جالب تره، به این مفهوم که اون موانعی که باید از روش عبور بکنه سخت‌تر میشه، که داستان جذاب‌تر میکنه. و از اون نظر همه چی هم وارد اون بخش داستان میشه، چه طبقه اجتماعی این شخصیت، چه مذهبش، چه زبونش، چه روابط خانوادگیش با شوهرش با پسرش، همه اینها مثل لایه‌هایی بودن که در طی این ماجرا باید کم کم یا بعضی وقتا هم با خشونت برداشته می شدن تا بتونیم عمیق‌تر بریم در درون شخصیت خود همین زن. تو شکی نکردی؟ مگه من تا حالا بهت دروغ گفتم؟ فکر میکنی واسه چی نمیومد ایران؟ گفتم پسر جوونه توی کشور جدیده، زندگی دانشجوی، فرصت میخواد خودش رو پیدا کنه. سالها سری مزخرفات رو بهم میگی. تقصیر من چیه؟ تو اصرار کردی پسر بفرستیم تو این خراب شده. تو هم قبول کردی. چاره ای نداشتم، من کسی گوش به حرف من میداد؟ موقع بچه رو پر کردی به اون داستان شای پریون. من فقط صلاحش رو میخواستم. بفرما، اینم صلاحش، اینم بهشت برینت. این واسه من که شخصیت اصلی فیلم زن باشه، واسه من یک مدرسه بود که سعی بکنم موضوعها رو، زندگی رو از دیدگاه این زن ببینم. از طرف دیگه موقعی که شخصیت هایی که مینویسی خیلی وقتا خیلی از وجود خود شخصیت خود تو رو توش هست دارن، و به این مفهومم پری یک زنه، ولی از یه طرفی که خود منم هستم، به این مفهوم که تجربه هایی که میکنه در طی داستان و اتفاقاتی که باسش میفته البته داستانه و چیز نیستش، ولی یه جوری باسه خود من هم افتاده. پری! پری! سالیان سال در آتن زندگی میکنم، میشناسم شهر رو و میخواستم همه چی واقعی باشه، همه چی در لوکیشنهای واقعی میخواستیم فیلم برداری کنیم. هر چقدرم سخت بود در موقع شورش های خیابونیش یا در دانشگاه هاش همه جا، و این باعث شد که از یه طرف جوه یکم سیاه در یکم نمیدونم حالا ترسون کلمه درستی باشه، ولی از طرف دیگه هم اون انرژی و اون هویت خاصی که شهر آتن هم داره به خصوص در این جاهای به خصوصش باعث شد که داستان اینجوری شکل بگیره.
بگو. ما سعی کردیم در فیلمبرداری رو هر چقدر که میشه بر روال سناریو کار بکنیم، یعنی داستان از اولش شروع بکنیم و با آخرش بریم. به خاطر خود شخصیت هم همین جوره در داستان، و این باعث میشد که کم 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 بازیگر و کاراکتر سناریو به هم نزدیک بشن. خیلی وقتا ملیکا خودش اون کاراکتر از منم بهتر میشناخت، یا مثلا میگفتیم سناریو اینجا باید عوض بشه برای اینکه این خانم در این شرایط شاید اینجور عمل بکنه. تشنم به خون خودم که ریخته وسط میدون. آتیش بچه منه. بابک! اما باید بسوزم تا آتیش بشم. همین!